خب دوباره اومدیم با یه ویدیوی جدید. این دفعه سیزن دوم چی بلدی هستیم. یه سری مشکلاتمون رو برطرف کردیم، یه سری کمیت داشتیم پر کردیم، الان اومدیم یه کار جدید و متفاوت. فکر نکنم توی یوتیوب فارسی کسی این کارو کرده باشه. قراره امروز به یه بیوتی بشینن. سلام، من فاطمه هستم، مدیر سالن بیوتی بوبلور که در واقع سالن آکادمی و کلینیک داریم اینجا. سه ساله توی این سالن هستیم، 10 ساله تجربه دارم توی این کار در زمینه‌های زیبایی و الان در حال حاضر آکادمی خودمو دارم که آکادمی بیوتی بوبلور میشه، همراه با ارائه مدرک توی همه لاین‌های زیبایی که تقریبا یکی از اولین آکادمی‌های فارسی زبان توی سوئد هست که هم امکان اینو داریم که به زبان فارسی و هم به زبان سوئدی انگلیسی کلاس هامون رو برگزار کنیم. میکاپ به عنوان میکاپ آرتیست میتونین اینجا بیاین مدرکتون رو بگیرین و تو این زمینه کار کنین که میکاپ در حال حاضر خیلی متقاضی زیاد داره ولی و یکی از لاین هایی هست که طرفدار زیاد داره و کامل میتونین توش رشد کنین و پیشرفت کنین. چه خبر؟ سلامت. خوش میگذره یا نه؟ خدا بشه. کلاً کارتون چیه؟ دقیقاً برای من یه توضیح بده اینجا کار چی کار میکنین؟ ما دیگه صفر تا صد لولو میای حدود تحویل. لولو یعنی تو مایای من ها. اگه نکته دیگه این صندلی منم بذار خطری ها، خودت میشین روی اینا کار میکنی؟ برای من که اوکی. آره 200 کیلو وزنش. حال دوم، امروز قراره من چی کار کنم؟ شما قراره امروز پرکتیکنت ما بشی. آره. یعنی همون کارآموز. آره دیگه ببینیم استعدادت توی زیبایی به نظر میتونم توی یه روز به کسی که تو کار مثلا بیوتی میکنه چی بهش میگن کلن؟ بهش میگن آرایشگر؟ بهش میگن آرایشگر میگن، چون میشه بیوتی سالون اون کسی که آره بیوتی کار میگن بهش؟ توی لاین های مختلفی داریم. آه، مثلا میکاپ آرتیست میگن. حالا شما یعنی در از میکاپ آرتیست؟ آره قراره من میکاپ آرتیست. بله. به نظر قیافه به یه میکاپ چرا آرایشگرم بشی؟ به این قیافه میخوره میکاپ آرتیستشه؟ چرا که نه، هست داریم آرایشگر میکاپ آرتیست مردم داریم، البته خب اونو یکذاره ببینیم چی. من اصلا کلا تو عمرم تا حالا دستم به قیچی هم نرفته، تنها کاری که کردم ریشه خودم اینجا خط انداختم، یعنی امیدوارم که بتونم دیگه. پس استارت کارمون امروز الان مدلمون میاد و میکاپه، بعدش هم آرایشگری و بعدش هم آرایشگری. حالا میتونیم مثلا امیدوارم که این نمره خوبی ازت بگیرم امروز. ببین دیگه آخرین هنر تو ببین میریزم امروز یه عروس به تحویل دادن دیگه. آرایشگری هم همش هنره، چیزای کوچیک و ظریف و اینجوری سر کار داری و یکم سلیقه و هنر و سلیقه. ببین فصل قبلی چندم خوش سلیقه، چون تو اولین قسم قسمت فصل جدیدمون هستی. تو فصل قبلی من آشپزی کردم، آرایشگری نداشتم، همه کار کردم ولی سخت‌ترینش تتو بود. یعنی از تتو سخت‌تره. دیدم همه فن حریف. آره دیگه. آقا پس بریم برای شروع کنیم ویدیو رو دیگه. بریم تو کارم بیشتر صحبت می‌کنیم و بذاره ببینیم چی میشه. حتما چرا که. خب مدلمون رسید. چطوری فریا؟ استرس نداری که قرار زیر دست من زیباتر بشی؟ نداری؟ خب الان شروع میخوام بکنم برات زیبا، یعنی شب تو لباس عروس رو پوش و برو عروسی. در این حد شوهر فقط نیست میدونی که میخوای شروع کنیم از وسیلا. آره که ببینیم وسیلا چیه. یه توضیح به من بده ببینم ما چی داریم اینجا. من فقط تنها چیزی که میبینم اون شبیه آب رنگه. یه تله تو سایه هستی. خب اینا چیه؟ حدس بزن خودت. این فکر کنم همینه که میمالی اینجا دیگه. روشونه. آره روشونه. خب اینا این چی میتونه باشه؟ من فکر کنم همون روشونه است ها، اکلیلیه نمیدونم. مالی رو کل کار ها؟ نه این میشه هایلایتر. هایلایتر بعد اینا هم که دیگه همه دیگه چیزه. ولی این قلم ها هر کدوم برای یه کاری. آره هر کدوم برای. اوکی آقا بریم تو کار ببینیم چی در میاد. شروع کنیم. خب الان کجا رو شروع کنیم؟ رنگی که الان میتونیم استفاده کنیم برای بیسش روشن، یکی از روشن ترین ها کردید. من فکر میکنم اینه. آره اینو برداری که یهویی دیگه نزنیم. الان اینطوری بزنم؟ آره اینجوری دستا میلرزم. بعد چشاشو باید ببنده؟ آره. از کجا شروع کنم؟ از این وری از این وری؟ کلا میتونی این لایه پشته. همینجوری چطوری همینطوری چطوری پخش میکنم؟ آه اینطوری بمالم ها؟ مثل دایره. خب فهمیدم. یه کار کن تو اونا دورتر بگیر که هممونو داری. اوکی داری منو فیس منو فاطیه داری؟ قشنگ از دماغ من داره بگیره. قشنگ دماغ ایرانی رو بده. خب
دوباره اومدیم با یه ویدیو جدید. فصل قبلی تموم شد و قسمت اول فصل دوم شروع کردیم. این دفعه متفاوت‌تر، کیفیت بهتر در خدمتتون هستیم. امروز اومدیم پیش فاتیشون. خداییش کار سنگینی بود. یعنی با دخترها کار کردن، نمیخوام بگم دخترها آدمای سختی هستن، ولی چون آدمای حساس‌تری هستن نسبت به بقیه، نسبت به پسرها یه ذره کار سخت‌تر بود. بعد مهم‌ترین چیز آرایش کردنشون. آرایش کردن یکی از مهم‌ترین چیزاست واسه دخترها. یعنی یه دونه یه ذره مشکل داشته باشه، همه رو چکی می‌کنه. ولی خب امروز من سعی کردم بهترین کیفیت رو در اختیارشون بذارم. این کار حتی حتی بیشتر حالا با دافا کار کنی همیشه خوش رو میزارم. خب بعدی این روژه لبه آره؟ بله. خلا رو چرو کن نه دیگه خب فرمش نمیده اینجوری کنی. دیگه میخواد یه کاری هست میکنه، خودت هم همینطوری میکنه. الان خودت لبت اینطوری میشه. خود لبه بزن برای خودت خط لب میخوای بزنی، ولی برای مشتری وقتی میگی مثلا تکون نده یا یکم بخند اینجوری نیست. آره. استرس میگیرن، لبا میلرزه. میلرزه آره. با خط لب نکشم براش. بکشم. سختش کن. بکشم. یه خط بزن من فقط ببینم. یه خط بکش. اون بر. حالا؟ اوکی. آره میدونم. ببین همونو فلیا کن دیگه. آره خط لبشون خوبه قشنگ. آره. پریا جون نابوش. ببین اینطوری کن، دستتو اینجا بذار اینجا. آره که بتونی قشنگ نگه داری. آره دستتو بذار زیر چونه من، بعد دستتو میذاری روی دست پایه مثلا همینجوری که من لبخند نمیزنم هم اینو خب میتونی از این استفاده کنی. اینو بذار اونجا یا به طرف پایین، دوتاشو اینطوری و من میخندم بقیهاشو فیلایی کن. خب اوکی بده. اوکی اینجوری بعد رفت. خب بیا فهمیدم، ولی خب بله بلش کن. نه همون دارم برای آبرنگ من میخندم. تو بیا بلش کن بابا. من در من جهند سریده هریزاداری بود. کی بود یارو؟ باشه من میخندم. برو میخندم این دهنه تو واکره بشه. میبینی همه رو جایی که بابا زنی دیگه. بابا خیلی سخته. خب پریا جون اومد، واقعا مرسی. یکی از دوستا خوبمه که اومد کمک کرد و شروع کردیم. حالا اول یاد گرفتم با وسیله ها، نمیدونم مداده چی هن، نمیدونم این هاشوره، نمیدونم کانتوره، نمیدونم این لیفته، نمیدونم این چیزها رو بهم یاد دادن و تا به سختی یاد گرفتم تازه دو سه تا اسمشون ها. ولی خب کمک کردن و یاد گرفتیم. شروع کردیم حالا با رژ لب و سایه زدن و نمیدونم این چیزها بهم یاد دادن دیگه. همین چیکار کردی؟ من که هیچ نمیبینم. خوب شد. ببین اینجوری خودتو ببینیم، خطش رو ببین. آره بذار خطش افتاد. یا خودم اصلا هم زده بیرون عشان من حس کردم اونجا خراب کرد. بیا بیا اشکال نداره. ببین تو میتونی دستات نرزا که خیلی سخت. بیا خب مشکل یه ذره خط افتضا بود فقط که اونم داریم میگیریم و خدا رو شکر نفس همه کار در بود. کار در بود. نه اوه بنده خدا مختصات داشتستشیم همون. ببین پاک میکنی زیاد فشار نده. ببین الان کل فاندیشن رفت دیدی؟ راست میگه همین من. آره چون که فاندیشن میره اگه زیاد فشار بدی. خوبه به عنوان یه پسر که بخواهم آره دافاست هم بخواهم. آقا اگه راضیه من راضیم. بلش کن اینا پسند. بریم برای بعدی. چه کار باید کنیم الان؟ موهاش رو سشوار کنیم. یا یه ذره دیگه بمالیم. همه یه موهام رو خواهد سشوار کنه؟ میترسم آره. یه چیزی بدم نه بری یه ذره دیگه بمالیم. بابا بزن نه مال دیگه تو بزن همین. اصلا این تغییری نمیدیم. این نشانه. اوکی من یه ذره دوست دارم خلی چشم بده خطی خلیجی فلم یه ذره اینجا رو دوست دارم بکشم خط چشم بدم به اصلا خط چشم اصلا نظر نه نه اصلا ببین خط چشم از خط اینجا رو بکشم از هر چی تو بگی سخت‌تره. خط دیگه. همون خط ادامه خطش. نمیشه. کور که نمیشه. میخوای خطشش بزنی؟ آره بده بزنم بابا بده. میشه من یه کانتور رو بزنم؟ میزنم. رحم کن. به خدا میزنم. رحم کن. مشکلت میکنم. نمیتونی اینو تو نمیتونی. بابا اینو من همکارای میکاپ آرتیست منم منو صدا میکنن برام بالا بزنم.
بریم آقا خب ما رو تیز کنم اینطوری تو ماهاش اینجوری اینجوری بزن که یه جاش یعنی رو اینجام بمالم آره تو پوستش حالا خیلی مثلا لا انگوش هم مونده بود آره موهاش بیشتر ساقه موهاش اینجوری اینجوری بزن آره دارم چیز بندیشو میکنم مرسی چی بندی بهشون میگن تقسیم بندی خب حالا با شونه آره آجا موهایی داره ماش شده موهاش اینه چیزن چوب خاصی هم خوبه از پایین همیشه باید شونه بکشیم موها رو به سمت بالا اوکی اوکی از پایین به بالا آره آره که اینجوری نریزه یه هوی گیر کنه اینطوری اینطوری گفتی ها چطوری از پایین بدم بالا نه بالا بدم پایین نه یاد گرفت آفرین خدا مو که دارم دیگه پریف جان چه خبر؟ سلامتی عزیزم نظر در مورد استایلیست چیه؟ استایلیست پیدا شدم استایلیست چیه؟ تلنگ داری؟ آره میام بازم زنگ بزن دیگه خواهرم اما این 350 من 200 دیگه قسمت جلوی سر که میشه همینجا اوکی از این وقت برای که کارت راحت تر باشه تقسیم میکنیم آشو کمم از این پایین من بردارم آره پس از این پایینم یه تقسیم من بردارم خدایش این کار است خوش آمد حالا اینو تو جدا برد خب آره. همینجوری که من پیچوندمش دیدی؟ اینجوری فکر کن داری مثلا ایرانی میرخصی با دسته بلد نیستم رخصی اینطوری دقیقا ببین میگم شروع کردیم با یه سری کارا رو کردن و بعدش هم رو موهاش کار کردیم یاد داد چطوری اوتو کنم چطوری سشوار بکشم واقعا دمشون گرم چون هم پریا هم فاتی دوتاشون واقعا این کاره بودن فاتی که کارش اینه پریا هم تقریبا کارش اینه چون با همه لوازم آرایشی این چیزا کار میکنه میگم علاوه این که نه دختر سختن از این که چیز مهمیه براشون دیگه آرایشگران یه چیز مهمیه که ما پسرا خیلی کمتر بهش بها میدیم اصلا بها نمیدیم یعنی ما آرایش نمیکنیم ما خیلی زحمت کشیم موهامونو صاف کنیم خیلی دیگه به خودمون حال بدیم یه ماسکی بذاری خیلی حالا بقیه پسره اینو نمیدونم من اینطوریم خب چطور بود علی امروز؟ علی امروز عالی بود ولی خب طبیعیه یه سری استرسایی داشت که دستاش دیدم داره میلرزه و این چیزا ولی خیلی طبیعیه این روز اول بود جلوی دوربین بود دیگه از این چیزا تا حالا ندیده بود توی عمرش کانسیلر هایلایتر چیزای مربوط به میکاپ 100% اولین بارش بود که اینم پرسیدم ازش دیگه خوب بود خب از 1 تا 10 بهش چه نمره ای رو میدی امروز؟ از 1 تا 10 حالا صادقانه بگم یا صادقانه دیگه باید بگی از 1 تا 10 میتونم بهش 3 بدم برای روحیش و آبروش 7 میدم 7 بازم 10 نداد آخه این آرایشگری خیلی حساسه تو یعنی چیز بشی مقابل یه مشتری واقعی قرار بگیری پدرتو در میاره کار علکی نیست خانوم ها حساسن و خیلی یعنی ظریفکاری و ریسکاری زیاد داره اون 3 هم که دادم به خاطر دقتش و تلاشش به خاطر پشتکارش خب چی شد؟ دوستش یا نه؟ خانمم راضی بودی شما یه بله خیلی مرسی خدایش خوب کار شد یه ذره اینجا رو کار کردم خدایش خیلی هم بچه ها کمک کردم واقعا مرسی که اومدی مرسی از شما که کمک کردیم واقعا خیلی زحمت کشید مرسی از بچه های پوش که در صحنه نبودم ولی حضورشون گرمادهنده لایک کنین کامنت بذارین اینستاگرام بچه ها میذاریم این زیر رو یه فالو کنید و حمایت جانانه ازشون کنین از فاتی بیوتی